صبحتان بخیر، بازم به صبح ها زندگی خوش آمدین. دنیا بازتاب فکر شما هست. به هر اندازه ای که قوی بیندیشین و به هر اندازه ای که به باورهایتان اعتماد داشته باشین، شما به آرزوهای دلتان واقعا میتونین برسین. و نمونه ای از این شجاعت و نمونه ای از این پیروزی، امروز ما در برنامه صبح زندگی متعلمی را داریم که با وجودی که سن و سال خردی دارن، ولی تانسته کتاب انگیزشی خیلی زیبایی بنویسه. کتابی که هدیه قلبتان فکر و تفکر یک تعدادی از جوانان را در رابطه با زندگی، در رابطه با اینکه چرا انسان باید زندگی بکنه، چگونه عقلانی زندگی بکنه، نثرهای خیلی زیبا و داستانهای خیلی جالب نوشته. پروین باتوری امروز در برنامه صبح زندگی با ما هست. خوش آمدین به صبح زندگی. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. صبح تمام بیننده‌های عزیز بخیر و خوشحال هستم با همچو شخصیتی هم کلام هستم. سلامت باشین. ممنون از اینکه امروز به صبح زندگی تشریف آوردین. پروین باتوری، میخوایم از خودتان آغاز بکنیم. قبل از اینکه روی کارکرد شما بپردازیم، بیاین خود را معرفی بکنین. چند ساله هستین؟ از کجا به کابل آمدین و متعلم صنف چندم؟ به نام خدا، پروین باتوری هستم. صنف 11 مکتب هستم. در مکتب زینب کبری درس میخونم. خیلی عالی. و با در افغانستان به دنیا اومدیم. تا اونم در میجاست. خیلی خوب. چند ساله هستین پروین جان؟ من 17 ساله. بله، پروین که هنوز 18 سال هم نداره، ولی تونسته قلم به دست شوه و کتاب بنویسه. کتاب خیلی زیبایی به نام این که باورهایت تو را به آرزوهایت میرساند. پروین جان، بیا از کتاب بر ما بگو. این کتابی که نوشتی، چرا خواستی اولا نامش را چون این چیزی بانی و محتوای این کتاب چه هست در کل؟ کتاب باور است و زمانی که من با مطالعه زیادی کردم و دیدم در جامعه ما که از مردم کم خود باور هستند و زیادتر به خود باور ندارن و خواستم یک روشنی بردم به این موضوع که خودکفا باشن، خود باور باشن و به هر آرزویی که دارن به پله های موفق خود از طریق باور خود را برسانم. خیلی خوب. از کی انگیزه گرفتی پروین تو تونستی این کتاب را نوشته بکنی؟ محتوای کتاب را از چه نوشتی؟ از کی ها نقل قول کردی در این کتاب؟ نقل قول به معنی است که همین گپ خود را ثابت بکنی و چیزی که مثلا طبق همون گپ های تست میتونید به او بنویسید. باز من از خیلی کسا، از رابینز، از انیشتین، از یا نقل قول کردیم و کتاب را نوشت. خیلی خوب. ببرم و بگم آغاز از این کتاب چگونه شروع شد؟ چرا تصمیم گرفتی بیای چون این کتاب را بنویسی؟ اگر چه گفتی دلیلش این است که یک تعدادی از هموطنهای ما اعتماد بر خود ندارن و زندگی را خیلی ساده میگیرن، ولی با وجود همه اینها خودت آمدی خواستی که خودت نوشته بکنی. چرا خودت، با وجود که کتاب های انگیزشی بسیار زیاد نوشته شده، ولی باز هم خودت خواستی یک بار دیگر بنویسی؟ با علاقمندی زیادی که دارم و زیاد خوش داشتم که کتاب بنویسم و از دست خود نویس خودم باشه و بتونم که کمک به دیگران کنم که یک موضوع را بتونن خوبتر درک کنن. خیلی خوب. حالا در این کتاب کلا یاد دادیم که چرا، چگونه انسان ها میتونن به خود اعتماد داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن. قبل از این بیا از خودت برام بگو، خودت اعتمادت بر خودت چگونه هست؟ چقدر تانستی اولا اعتماد خود را کاملا کسب بکنی، رضایت خودت را کاملا کسب بکنی و حداقل خودت در یک جایگاه خاص پیدا بکنی؟ خب زمانان که کسی بخواد یک چیزی به کسب بیاموزه، اول باید خودش چیز را یاد داشته باشه. بله. من به خودم، به فامیلیم خیلی باور دارم و ایره باور دارم که روزی بخیر بهترین زندگی رو معیار میکنم برای خود و برای که کسای دیگه هم بتونن الگو بگیرن، مثل غزل سادات. زیادتر تجارت پیشه خوش دارم که یک تجار شوم و او را الگوی خود قرار دادیم و از این طریق میخوایم که آیسته آیسته همین کتاب بنویسم و دیگه خدمتهایی در جامعه کنم. خیلی خوب. پروین جان، از چه مدت به این طرف آغاز به نوشتن کردی و کتاب باورهایت تو را به آرزوهایت میرساند اولین دست نوشته شما هست یا نه؟ بله، اولین دست نوشتیم امی کتاب است و کتاب تقریبا یک سال میشه که امی تو دست نوشته مانده. خیلی خوب. چه مدت روی کتاب کار کردین شما؟ شش ماه. شش ماه کار کردین و حجمش اگر بر ما بگوین چند صفحه هست، کدام موضوعات جالب روش بحث شده؟ کتاب 120 ورق است که زیادتر به می باور و امیدهای زندگی و
چطور میتونیم به زندگی خود به موفقیت ها برسیم. زیادتر به دمیر مورد ها نوشتیم. خیلی خوب، قبل از اینکه روی همین کتاب اگر بگوین برای ما، خودتان کدام کتاب های انگیزش را بیشتر مطالعه کردین؟ بیشتر در عرصه روانشناسی بودین؟ بیشتر در بحث های انگیزشی بودین تا یک تانسته رو شما تاثیر بگذاره؟ یا هم فکر میکنین محیط خانوادیتان بیشتر تاثیر داشته؟ البته مگر زمانی که یک خانواده کتاب بخونه، فرزندش حتما کتاب می نویسه. نام خدا خانواده بسیار روشن فکر دارم، خانواده زیاد هم رایم هستن، زیاد کمک میکنه. و دومی که زیادتر کتاب می خونم. خودتون؟ بله، زیادتر از یک کتاب مثلا مکتب می خونم، زیاد ترجیح می دم کتاب های روانشناسی بخونم. کتاب های روانشناسی زمانی که می خونم زیاد انگیزه می گیرم، زیاد چیزا رو می آموزم و میگه چیزی که بیاموزی باید امور در دیگران یاد بدی. باز من از اون طریق خواستم که کتاب بنویسم. کتاب شما که هنوز دست نوشته هست و تا حال چاپ هم نشده، قرار است چه وقت شما این کتاب را چاپ بکنین و دوست دارین کی با شما همکاری بکنه در این راست؟ دوست دارم یک دونر پیدا شوه همراهم کمک کنه که این کتاب و چاپ برسانم، چون ای که خودم چاپ کنم ای خوبتر نمیه، چون من با خیلی کسا آشنایی ندارم. زمانی که کسی بخواه ای را چاپ کنم، طبعا یک نفر کلان رتبه است میتونه که خیلی کسا را در او برنامه دعوت کنه و از کتابم دیدن کنه و کتاب من بخونه. خیلی خوب، کتابی که شما نوشته این آرزوهایت باورهایت تو را با آرزوهایت میرساند، کتاب خیلی جالب هست، اونجایی که از نامش هم پیدا هست. بیاین بر ما بگوین محتوای اصلی از این کتاب در کل چه بوده؟ با کدام سوالات مهم شما تانستین در این کتاب جواب بدین؟ حداقل درد دل همون جوانایی که خودشان از خود گاه گاهی میان سوال میکنن، بر از نابه پردازین. مثلا این که انسان چرا زندگی میکنه؟ چگونه باید زندگی بکنه؟ یا زندگی عقلانی در کل چه هست؟ من که مکتب میرم و زیادتر در جامعه که هستیم بدون مکتب در کورس که میریم، با خیلی کسا آشنا میشیم، با خیلی کسا میشینیم، ولی زیادتر میبینم که بعضی خانواده هستن که همراه دخترهایشان، اولادهایشان خوبتر رفتار نمیکنن، ولی بعضی ها هستن که انگیزه خراب دارن، انگیزهشان منفی است، فکرهای منفی دارن، زندگی رو به جنبه مثبتشان نمیبینه، همیشه به جنبه منفی میبینه. اگه بگیم که چطور هستی، میگه خوب هستم، فقط همین روزای تکراری. ولی نه، زندگی تکرار نیست. هر لحظهش، هر ثانیهش یک نعمت بزرگ است که حتی نمیتونه با الماس رو تبدیل کرد. باز من خواستم که ایره بنویسم و چون از انگیزه بگیرن و یک چیز بیاموزن. فکر میکنین کتابتان بتانه در بین مردم یک جایگاه پیدا بکنم، مخصوصا بین جوان ها که به بحث های انگیزشی و به کتاب هایی که بتانه اعتماد به نفس از اینا را باور بکنه، دیدگاه کلیشان را به زندگی تبدیل بکنه، نیازمند هستن بیش از حد؟ البته ای که خودم به کتابم خیلی باور دارم، مطمئن هستم که هیچ که نه 100 نفر اگه کتاب بخونه، او 100 نفر میتونه 200 نفر جمع کنه، او 200 نفر میتونه 300 نفر. من باور هستم، به این باور هستم که حتما کتاب مخیر یک کتاب بسیار عالی خواهد بود. خیلی خوب، بانو باتوری کتابی که نوشتن هنوز دست نوشته هست و ما دست نوشتش امروز در برنامه صبح و زندگی با خود داریم که با قلم خودشان نوشته شده ولی هنوز متاسفانه چاپ نشده. اما قسمت های از این کتاب فقط یک مقدار کمش در بعضی از روزنامه ها و گاهنامه ها و چاپ رسیده و دوستایی که علاقه مند بودن تانستن ای را بخانش بگیره. یکی از این روزنامه ها را امروز ما با خود در استودیوی صبح و زندگی داریم که خواستن در رابطه با کتاب باورهای تو را با آرزوهایت میرساند اینا چاپی داشته باشند و حداقل نشان بدن که این کتاب روی کدام موضوعات جالب بحث میکنه با تصویر خودشان و خیلی زیبا نوشتن. چند سطری از کتاب باورهای تو را با آرزوهایت میرساند و بحث خیلی جالبی که در شروع همین گاهنامه من خواندم خیلی جالب بود. نوشته است همیشه آغاز راه دشوار است، عقاب در آغاز پر کشیدن پر می ریزد ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز هست. خیلی زیبا گفتین. بیاین تفصیل از این دگر داشته باشیم، زندگی انسان ها چگونه از این داستان می تونن که پند بگیرن و گاهی انسان ها به اون مرتبه برسن که نیازی برای پر و بال زدن هم نداشته باشن. خب زندگی پخش و بلندی های خود دارن، از اینکه بتونیم به هر پله موفقیت های خود برسیم باید از چند پله پایین بیفتیم تا خود پس بلند کنیم. تو قسمی که دکتر شریعتی میگه، اگه بچه زمانی که میگفت بچه پایین میفتاد،
من هم میگفتم که بعضی کسا هستن زمان که اوش تو کش پایین میفتم میخواد زمین میزنه با جایی که زمین نباید بزنه باید بگه بچه‌م بخی ای را که تو آل افتیدی ای را غلط است ده ای را نرو پس بخی و بفهم که دیگه پایین نفتم و آها و زمان که چی؟ قول داشتیم از دکتر شریعتی که شما صحبت کردین که خیلی زیبا گفت و همچنان باید بگوییم که یک تضییق‌نامه ای از بانو باتوری که ما داریم توسط یکی از سازمان ها برشان اهدا شده و هم آرزوی موفقیت برشان میکنیم که انشالله بتانند که موفق باشند کتاب شما انشالله دونر و سپانسری پیدا بکنه تا ای که چاپ را و همیشه موفق باشند و دست نوشته های دیگر داشته باشند ممنون از اینکه امروز بسا با زندگی تشریف آورد سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه با ما همراه هستین بیننده سا با زندگی در ساعت سوم برنامه همچنان باشین نزدیک میشین و خبرهای ساعت 9 فعلا شما و خبرها برمیگردیم صبحتان بخیر.